بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم محصلین عزیز سلامت و تندرست باشین. جلسه دوم مضمون رادیولوژی سمستر دهم به ادامه مبحث معرفی و اساسات تصویربرداری طبی از سیستم عصب مرکزی. در جلسه قبلی ایندیکیشن و استدبابات رادیوگرافی ساده و سی تی اسکن برین مورد مطالعه قرار دادیم. در این جلسه مبحثی که با شما بحث میکنیم مبحث MRI میباشه. طوری که سمستر قبلی خواندیم، MRI نسبت به سی تی اسکن دارای وضاحت بیشتر میباشه و حتی از آرتیفکت هایی که در فص خلفی دماغ در سی تی اسکن ایجاد میشه، MRI او مشکلات یا او معایب دارا نمی باشه. بنابراین MRI به مقایسه سی تی اسکن در تشخیص امراض عصبی و پاتولوژی های موجود در برین با ارزشتره برای تشخیص تمام پاتولوژی هایی که در دماغ موجود هست که در سی تی اسکن به صورت دقیق و واضح گفته نمیشه. MRI میتونه واضح تر و دقیق تر امراض دماغی نسبت به سی تی اسکن تشخیص بده. اما یک تعداد معایبی هم داره MRI. معایبشان از جمله اینه که برای تشخیص امراض مربوط به استخوان که در خود MRI استخوان به رنگ سیاه رنگ دیده میشه، لایه سیاه رنگی که شما در اینجا مشاهده میکنید، MRI برای تشخیص امراض مربوط به استخوان نسبت به سیتی ارزش و اهمیت کمتر داره و همچنان برای تشخیص کلسیفیکشن ها و خونریزی هات. بنابراین در سه مورد پاتولوژی استخوان و خصوصا تروماها و واقعات عاجل، خونریزی های هات و همچنین کلسیفیکشن های داخل دماغی، سی تی اسکن نسبت به MRI با ارزش داره. اما با آن هم در سایر امراض و پاتولوژی ها MRI با ارزش بالاتر برخورداره. شما میتونه که به اساسات MRI خواندین، MRI دارای سیکوینس های متعدده که در سیکوینس T1 مشاهده میکنیم، سیکوینس T2، فلر، به می ترتیب دیفیوژن ویتید ایمیج که DWI و EDC رو مشاهده میکنیم، ترکتوگرافی، قسمت GRE، MR Perfusion که در اینجا مشاهده میشه، MR Angiography، اینا رو و ترکتوگرافی رو که سیکوینس های متعددی از MRI دماغی نظر به پاتولوژی ها و مشکلاتی که در نزد مریض موجود باشه معمولا این سیکوینس ها توصیه میشه. بیاد داشته باشیم که MRI بر علاوه از این که نمیتونه استخوان و کلسیفیکیشن ها و همچنان خونریزی ها را دقیق تشخیص کنه، با در نظر داشت تمام مزایایی که داره اما یک تا خطرات داره که باید همیشه مراقب باشیم. طوری که خود MRI وقتی میگیم MRI در حقیقت تصویر برداری بر اساس تشکیل سایه مغناطیسی است، همیشه مغناطیس روشنه. بنابراین فلزاتی که مریضایی که در بدن آنها فلزات قبل اینستال شده یا سایر فلزاتی که برای کمک به مریضه به هیچ صورت به داخل اتاق MRI آورده نشه، چون در حقیقت یک مغناطیس بسیار شدیدیه که قویه که ویلچر می‌بینیم با تمام وزنش داخل مگنیت جذب کرده، یا در اینجا می‌بینیم یا چوکی دکتر یا ای که ای خود تمام این تجهیزات و وسایل فلزی اجازه نیست که به اتاق MRI بشه. بنابراین MRI از نظر مسئولیت باید همیشه دقت داشته باشیم. به صورت مطلق
مریضایی که سابقه ایمپلنت های کخلی یا لزنی یا گوش داخلی ایمپلنت های کخلی یا گوش داخلی انجام شده، پیس میکر یا ضربان صدای قلبی در آنها توصیه شده یا قبلا اینستال شده، و همچنین انیوریزمال کلیپس یا کلیپ های انیوریزمی که به صورت فلزی میشن، اینا مزاد استدباب مطلق میباشه که به هیچ صورت اجازه نیست که امارای توصیه شه. سایر ایمپلنت ها و پرشدگی های دندان ها جز مزاد استدباب نسبیه که با دندان داشته زمان مدت زمانی که در نظر مریض نصب شده باید در نظر داشته باشیم. پس مسئولیت و نکات محافظوی در امارای همیشه باید بیاد داشته باشه. با وجود ای که MRI یادآوری کردیم که معمولا فلزات اجازه نیست، اما باید همیشه پیش از انجام گرفتن MRI نزد مریض تست شه و انجام شه که آیا این فلزات موجود هست یا خیر. طوری که گفتیم مزاد استدباب شامل پیس میکر، انیوریزمال کلیپس، فلزاتی که در داخل چشم در اثر تروما و سایر مواردی که در اینجا ذکر شده، اینا معمولا سیف نیست و مسئول نیست و به داخل اتاق مورد وارد نشه. یک موارد مانند ایمپلنت های فلزی که در ارتوپیدی استفاده میشه، نظر بی که چی وقت توصیه شده، چی وقت انجام یافته متفاوته و مزاد استدبات نسبی میشه. یک مروری بر سیکوینس های MRI میکنیم. سیکوینس T1 MRI، سیکوینس T2 MRI که در T1 MRI شما مایه CSF رنگ سیاه میبینید، در T2 مایه CSF رنگ سفید، شم به میتونید در T1 و هم در T2 سفید، اما در این سیکوینس شم سپرس شده تا که در اینجی ذکر شده. در T1 گری متر رنگ تاریکه، در حالک وایت متر رنگ سفیده، در حالک در T2 معکوس از این حرفه، گری متر روشنتره، وایت متر تاریکتر. اینا رو باید از هم دیگر بتانیم فرق کنیم. در اینجی گفتیم مایات در T1 رنگ سیاه و در T2 رنگ سفید یا هایپر انتنس که دلار بیا کیست میکنه، و به همین ترتیب در اینجی شما سیکوینس های T2 رو میبینیم، در یه هم T2 است، در یه هم اما یه شم سپرس شده، شم تطل جلی در اینجی رنگ روشن میبینیم، در اینجی در اینجی خاطر سپرشن کاش افته، در اینجی هم سیکوینس T2 هر دوی شم و یه فت سپرشنه به این شکل، یه در اینجی T2 در یه هم T2 اما یه واتر سپرشنه یا فلر فلوید اتنویشن انرژن ریکاوری، در وقتی که ماهی CSF را هم خواست باشن سپرس کنید رنگ سیاهی میشه. و سیکوینس بعدی سیکوینس GRE T2 استاره برای کشف خونریزی ها، شما میتونیم خونریزی مزمن در T2 استار ببینیم. و سیکوینس دیفیوژن یا دیفیوژن ویتید ایمیج DWI-EDC که در واقعاتی که مریض انفرکشن یا اسکیمیک انفرکشن در سی تی اسکن نرمال باشه، به MRI به وسیله سیکوینس DWI یا دیفیوژن حتی به دقایق اول میتونیم سکته که در نزد مریض رخ داده باشه ما رو کشف کنیم و بسیار با ارزش میشه. سیکوینس بعدی سیکوینس MRI انجیوگرافیه که در اینجی شما به صورت واضح میتونیم اویه تمام داخل برین مشاهده کنید. سیکوینس MR انجیوگرافی، MR پرفیوژن به منظور خونرسانی ناحیه میتونیم بررسی کنیم، به طور مثال برای تشخیص تفریقی اسکیمی و تومور. در ناحیه اسکیمی پرفیوژن یا خونرسانی ناحیه کم میشه، در حالی که در تومور ناحیه زیاد میشه. این مرور بر سکوینس های بود که در مطالعه قبلی مطالعه کرده بودیم شما، در اینجی مروری میکنیم به یا به طور خلاصه ایندیکیشن های متعددی که از MRI گفتیم. گفتیم که در واقع تا بسیار حاد که در CT نرمال باشه ایسکیمی میتونه به وسیله MRI، به شرطی که سیکوینس دیفیوژن یا DWI و ADC صورت بگیره. برای پاتولوژی های ابنورمالیتی های اوهایی از MRI انجیوگرافی استفاده میکنیم. واقعیت خونریزی در واقعیت حاد CT برتری داره،
اما در وفات تعتهاد یا لیت سابکیوت تعتهاد مؤخر ممکنه خون ریزی ایزودنس باشه به سیتی به اون صورت امارای بردشه. در وفات انفکشن بررسی تومورها و کتلات، در وفات ترومایی که سبب دیفیوز اکسونال اینجوری شه خون ریزی های بسیار کوچک سیتی ممکن نرمال باشه امارای بردشه. امراض دیجنراتیو عصبی دیمینشیا، واقعات انفلامیتری دیزیز، سوی تشکلات ولادی، در واقعات سیجر، سردردی ها، پاتولوژی های مربوط به ازواج قرفی و همچنان برای بررسی پاتولوژی ها یا سوی تشکلات جنینی MRI در واقعات توصیه میشه و استتباب داره. معمولا مواد کنتراست چی در سیتی و چی در MRI از نظر توصیه مشابه است. در سی تی مواد کنتراست هم آیدین دار توصیه میشه برای سبب جذب بیشتر شعاع اکس میشه، اما در ام ار آی بر اساس ترکیبات از اینا بر اساس گادیونیوم سبب میشه که مواد کنتراست در سیکونس های تی اک جذب شه و رنگ سفید پاتولوژی رو ببینیم. معمولا در یک تعداد پاتولوژی هایی که سرحدش به صورت واضح دیده نشه کنتراست توصیه میشه و میتونه کنتراست موانی عصبی دموی دماغی رو عبور کنه و نایر صورت واضح نشان بده. چی وقت کنتراست توصیه میشه؟ در سی تی یا ام آر آی برای بررسی وایی تمام اویر اختصاشم ببینیم. شما در اینجا اویر به صورت واضح میتونیم در سی تی ببینیم اویر اینجا در MRI برای بررسی منینج یا ساهایا، برای پاتولوژی هایی که دارای بلاد برین بریر نداره ساختمان های مثل پینیل گلند، پیتری گلند یا قده نخامیه و کرویت پلکسیس، اینا خارج از دارای بلاد برین بریر نیستن و خارج بلاد برین بریر هستن، اینا همچنین انهانس میشن. و برای پاتولوژی هایی که بلاد برین بریر عبور میکنن مانند تومور، وقت انفکشن و انفلمیشن مواد کنتراست توصیه میشه هم در سی تی دو تصویر و هم در ام آر آی. شما در یه تصویری که مشاهده میکنید یه بدون کنتراست این نایه رنگ های پوینتینز یا سیاهی میشه، در که بعد از تزریق کنتراست همین نایه رنگ سفید مشاهده میشه که یک نوعی هیمراجی میلانوما میتاستازه. خب چی وقت کنتراست به صورت خلاصه توصیه میشه؟ در وقت تومور، انفکشن، پاتولوژی های اویه و انفلمیشن. چی وقت توصیه نشه؟ در وقت تروما، در وقت که مریض مشکوک به هیموراجیم، در وقت هایدروسیفال، در وقت که علتش رو دریافت خواسته باشیم بکنین، نیاز از کنتراست در غیر لازم نیست. وقت دیمینشه و اپلیپسی همشون کنتراست توصیه نمیشه. اگر خلاصه بسازیم سی تی و ام آر آی در بحث خود عصبی هر کدوم از خود مزایا و معایبی دارد. معمولا سی تی اسکن در سیستم عصب مرکزی در نیورو ایمیجینگ آسان‌تر سریع‌تر انجام میشه، بیشتر به دسترس مریضا میتونن اون رو تعامل کنن، در حالی که ممکنه مریضا که کلاستروفوبیک یا ترس از قسمت بودن در داخل خود کانال یا تیوب در داخل خود محفظه MRI یا سی تی ترس داشته باشن، سی تی میتونن تحمل کنن چون مدت زمان طولانی نمیمونن، کدام کانترا ایندیکیشن یا مزاد استتباب مطلق وجود نداره جز یک یاد پیتفال ها یا گاهی اوقات تعداد مواردی که سبب تشخیص اشتباه میشه در اونا کمتره. برای بررسی استخوان ها کلسیفیکشن و خونریزی هات از امارای برتری داره. ای به سی تی اسکن یا معایبش بر اساس شعایه، چون شعا داره به خاطر خطراتش شعای آینایز کننده داره، کانتراست که تدریق میشه ممکنه عوارض خود داشته باشه، نیاز به ریکانسترکشن یا بازسازی داره چون تنها عکسی که در سیتی گرفته میشه به وضعیت اگزیال است، برای کرونال سجیتال باید ریکانسترکت بسازیم و به این ترتیب انساج از نظر وضاحت نسبت به ام آر آی
داره و ذات بالایی نیست. اما MRI مزایایش در اینه که برای بررسی انساج داره وضعیت بیشتر علاوه بر آناتومی مورفولوژی میتونه از نظر فانکشن و فیزیولوژیک هم بررسی کنه. شعاع نداره و بدون آیونایزینگ میتونه به چند وضعی اکسیال و کورونال سرجیکال تصاویر گرفته شه به صورت 3D از سبودی اونا رو ببینیم. کانتراست رو هم بهتر میتونه مریضا تعمال کنه نسبت به کانتراست که در CT استفاده میشه. ایویش یا ماهی بیشیست که قیمتش بالاست، کمتر به دست رسه. بریم مریضایی که از نظر کلینیکی ثبات ندارن توصیه نمیشه و همچنان مزادات استدباب مطلق دارن مانند انیوریزم کلیپس، کاردیاک پیس میکر و همچنان کوخلر ایمپلنت ها اگر داشته باشن به ایست توصیه نمیشه. معمولا مریضای کلاستروفوبیک، مریضایی که ترس دارن از بودن در اینجا احساس نیاز به سدیشن داره، در حالی که در سیتی مشکل نبود کمتره. تصاویری از او بیشتر چالش، بیشتر چالش ساز، بیشتر نیاز به تمرکز به داره و همچنان در مورد اوزان نمیتونیم جزئیات بدیم یا نظر بدیم. روش تصویر برداری بعدی بعد از رادیوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی اولتراساند. اولتراساند وقت نیورو سونوگرافی یا نیورو اولتراساند یاد میکنیم، سونوگرافی در سیستم عصب مرکزی فقط به نزد اطفال پیش از دسته شدن فونتنل قدامی و خلفی استفاده میشه. در نزد نوزادان برای مطالعه سیستم و بوتینات، همچنان برای دیدن پاتولوژی یا خود مورفولوژی در نظر زیاد توصیه میشه. بر علاوه از این میتونیم اووی بزرگ مطالعه کنیم، اووی بزرگ که در داخل برین باشه، استینوز و آی، سایر پاتولوژی های داخل دماغی مالفورمیشن ها پیش از بسته شدن فنتانیل در نظر اطفال اهمیت داره. اما در نظر کایلا برای دماغ هیچ اهمیتی نداره، چون استخوان فنتانیل وقت بسته باشه اهمیت نداره. اما در برای مطالعه واقعات استروک به صورت غیر مستقیم میتونیم بررسی کنیم شراین کرونر که به صورت علامه غیر مستقیم واقعاتی که مریض مصاب سکته باشه برای بررسی پاتولوژی های شریان کرونر اهمیت داره. پس برای استینوز شریان کاروتید بررسی شراین کاروتید، همچنان داپلر شراین کاروتید و در نزد نوزادان پیش از بسته شدن فونتانیل میتونیم پاتولوژی های داخل برین از اینا رو بررسی کنیم. مزایایش اینه که غیر مداخله ویز با آسانی تعامل میشه و قیمت بسیار ارزان داره. میتونیم جریان خون شریان کاروتید رو مطالعه کنیم. ماهی بیشتر اینه که استینوز های بسیار شدید ممکنه کامل بسته نشان بده و همچنان در جایی که استخوان و حواس ممکنه اهمیت نداره و مربوط به بیشتر تصاویر از اینا مربوط به شخصی که سونوگرافی رو انجام میده وابسته به اوست. روش تصویربرداری بعدی بعد از سونوگرافی فلوروسکوپی یا ریل تایم رادیوگرافیه که شامل انجیوگرافی و مایلوگرافی میباشه که این انجیوگرافی برای مطالعه اویه و پاتولوژی های مربوط به اویه دماغی میباشه که ایندیکیشنش برای مطالعه انیوریزم، مالفورمیشن های اویه و فیستول های شریانی وریدی و همچنان استراز یا تنگی اویه، ترومبوز، انشقاق و انیوریزم های کاذب برای پیش از استنتینگ و امبولایزیشن به واقع ترومبولایز هم میکانیکل و فارماکولوژیکال توصیه میشه. اما اهمیتش یا مزایای از اینه که ما توانایی مداخله بعد از انجیوگرافی میتونیم داشته باشیم، هم شریان هم
بلوغ شهریه و هم وریده ها رو به صورت فازهای جداگانه میتونیم بگیریم. رزولوشن بسیار بالا داره. متاسفانه ماهی بیشیست که مداخله ویست، ممکنه خطر آسیب به اویه یا استروک موجود باشه و نیاز به تزریق مواد کنتراست است. ای بس جلسه دوم ترسی شما که شامل این مباحث بود، معرفی و ادامه جلسه قبلی که رادیوگرافی صادره شما توصیه کردیم در نیورو ایمیجینگ چه اهمیت داره و سی تی اسکن در جلسه توصیه ام آر آی چه اهمیت داره، ام آر آی به شما معرفی کردین، همچنان سونوگرافی و آنجیوگرافی. امیدوارم حالا بعد از این دو جلسه بفهمیم که اهمیت روش های تصویر برداری در سیستم عصب مرکزی چیست، چی وقت رادیوگرافی رو توصیه کنیم، به می ترتیب استدوات سی تی اسکن متوجه باشین و ام آر آی و آنجیوگرافی و سونوگرافی، چون یکی از عمده ترین چلنج ها و چالش های توصیه کردن روش های تصویر برداری در قسمت توصیه کردن تصویر برداری سیستم عصب مرکزی می باشه. زمانی که مریض نیاز به سی تی اسکن داره، در صورتی که توصیه شو ام آر آی جز مال پرکتیس هست و درست نمی باشه، و در بعضی مواردی که رادیوگرافی توصیه میشه، در حالی که توصیه کردن رادیوگرافی جز چند مورد معدود به این صورت اجازه نیست که اونها را توصیه کنید. بنابراین لازمی است که این روش های تصویر برداری را همه به صورت دقیق مطالعه کنید، در صورتی که سوالی بود میتونیم از من پرسان کنید. موفق باشین. خدا نگهدار شما.